انگار همین دیروز بود، یک روز به هفت مانده در اول ماه سنه 23 خورشیدی. هفت سین مادرم را سیه چرد طفلی صفایی دیگر داد. همه خندیدند و من فقان سر دادم. آره انگار همین دیروز بود. هنگام که تمنای کودکیم برای خرید تنها یک اسباب بازی اوج می گرفت، صدای متینت آرام می گرفت که پدر نداشتن بسوزد مادر. انگار همین دیروز بود که کهکشان سیاه فقر پدر را با حبه زلال انگوری تاخت می زدی و بر لبان پر مهرت گل واژه قناعت جاری بود. انگار همین دیروز بود. انگار همین دیروز بود. ترکه چوب بلند درخش آرزوهایم را با آن میراندم. به وقت شادی اسب نجیب تنهاییم بود و به وقت خشم آمری گوش به فرمان در تحویل ادب. انگار همین دیروز بود. پدر که قهرمان من بود در خانه نبود تا ببینمش. کار و تو مادرانه مردانه با من بودی. انگار همین دیروز بود. انگار همین دیروز بود که کودکیم گم شد. انگار همین دیروز بود که کودکیم گم شد و مردانگی اجباری نوجوانیم را بلعید. مرگ زود هنگام پدر را میگویم. مادر، قهرمان کم دیدم. در لابلای کار و کار قهرمان کم دیدم. انگار همین دیروز بود. انگار همین امروز است. آره یادم از سفر را میگشتی، همه چشم انتظارت بودن. همون لحظه اول ورودت با یه خمیازه همه خستگیاتو نشون دادی.
خیلی قشنگه که با یه خمیازه، بدون هیچ حرفی، بدون هیچ صدای اضافه، موزیکی، چیزی. و من میدونم چقدر سخته و من که یه بازیگر حرفه‌ای هستم میدونم خمیازه به اون شکل طبیعی چقدر سخته. من که یه بازیگر حرفه‌ای هستم میدونم که تو چقدر زحمت کشید. واقعا درود بر تو. سلام. خیابون لاله‌زار یادش بخیر. یادم میاد وقتی بچه بودم، نمیدونم کارگر چاپخونه بودم یا کجا بودم یادم نیست، ولی عصر که میشد میپریدم تو لاله‌زار. اون وقتا پر تئاتر و تماشاخونه و سینما بود. دلم پر میکشید برای دیدن بازیگرای مورد علاقم، دیدن بازیگرای محبوبم. چه انرژی بهم میداد نمیدونم. تشریحش خود مشکله، نمیدونم، شاید با دیدنشون خودمو در آینده آرزوهام میدیدم. شاید یک لحظه دیدارشون حتی یه مرهمی بود برای کهنه زخمایی که از نرسیدن به ایدئالام داشتم، نمیدونم. شاید یه لحظه گذشته های تلخی که داشتم با یک آن دیدار اونها حال شیرینی میگرفت، نمیدونم. شاید نمیدونم. از یه بازیگر قدیمی پرسیدن تو چه احساسی به دست میده وقتی هوادارا دور جمع میشن؟ گفتش که در یه لحظه زندگیم تبدیل به یه عروسی میشه. توی جشن عروسی همه توجه ها، تشویق ها، تبریک ها، تهنیت ها، کف زدن ها متوجه عروس و داماد، همه نثار عروس و داماد میشه. و شاید منم دلم میخواست با حضورم در مقابل بازیگرای ایدالم، در مقابل تئاترها، همه تبریکات هم و همه درود هم و دلم میخواست شخصا به بازیگرای مورد علاقم بدم. سر صدا شد، ببخشید من یادم رفت. میخواستم یه خاطره رو واسهتون تعریف کنم که این سر صدا ها باعث شد یادم بره. به این حق بدینا، من البته تازگی ها اینجوری شدم، خودم که به خودم حق میدم، برای اینکه فکر میکنم همه آدم ها بعضی از خاطراتشون فراموش میکنن، به همین مناسبت اینجا ساخته شده. حالا فعلا سلام. یادم اومد اون خاطره که یادم رفته بود، یادم اومد. من یادم بچه بودم، یه دفعه رفتیم یه نمایشگاه که اون موقع ها بهش میگفتن گاردن پارتی. قدیمی ها مثل من یادشون میاد. یادم اونجا همه چی بود. یادمه که یه هواپیما وسط اون گاردن پارتی بود که دورشو با طناب حصار کرده بودن و من خیلی طیاره دوست داشتم اون موقع. همیشه وقتی هواپیما رو آسمون میدیدم، مدت ها تا زمانی که ناپدید نشده نگاش میکردم. همیشه دلم میخواست نزدیک بشم، سوار بشم، دست بزنم. اون روزم تو گاردن پارتی خیلی دلم میخواست برم این حصار رو بکنم، برم جلو، دست بزنم به هواپیما، چیزی که دوست داشتم. آره، آدم همیشه دلش میخواد اونایی رو که دوست داره ببینه، قهرمانای زندگیشو، اون پدیده‌هایی که تو ذهن آدم هست، اونا رو از نزدیک ببینه، باهاشون دست بده.
دستشون رو فشار بده و احیانا دست بذاره رو شونش. سلام. وقتی که به مرکز فیلم مدرسه هنر شیکاگو دعوت شدم، یکی از اولین ایده هایی که به ذهنم خطور کردیم بود که حتما یه سری به محل زندگی و اقامت سهراب شهید سالس بزنم و امروز فرصتی دست داد تا به این مهم برسم. به همین مناسبت من الان در خیابان آرام و خلوت کتالپا هستم، خیابانی که سهراب شهید سالس بارها و بارها در اون قدم زده و چه افکاری که از ذهنش عبور کرده و یا نکرده. و این ساختمانی است که سهراب شهید سالس در آخرین سالهای زندگی خودش در یکی از آپارتمان‌هاش میزیسته، ساختمان شماره 1055. درسته که آدم تنها به دنیا میاد و تنها از دنیا میره و اساساً بشر تنهاست، ولی در تنهایی مردن بسیار دردناک و گاهی بی‌انصافی عجیبیه، خاصه برای آدمای خاصی مثل سهراب شهید سالس که در دنیا شاید میلیون ها نفر سینماشو میشناختن و احیانا صدها هزار نفر اونو دوست داشتن. دقیقا من الان اگر زنگ در خونه سهراب رو بزنم، او هرگز در رو باز نخواهد کرد و من خیلی دلم میخواست و خیلی دوست داشتم که از نزدیک اونو ببینم، در سوی شونه هاش بگذرم و بگم چقدر صفا و صداقت جاری در فیلم هات مجذوبم کرده و چقدر تو را از طریق کارهات میشناسم و دوست دارم و مثل برادرم. بله، سهراب شهید سالس هم یکی از قهرمان های زندگی من بود. خب من همیشه دلم میخواسته آدم هایی رو که دوستشون دارم، آدم هایی که به هم محبت کردم و بهشون مدیونم و تأثیر بسزایی در زندگیم گذاشتن و به گردنم حق دارن رو دوست داشته باشم و از نزدیک بهشون احترام بگذارم، ولی همیشه مثل این بار دیر رسیدم. این بار من موندم و حسرت دیدار.